شکیره ربوده شده. سب کن، برگرد اینجا، برگرد اینجا پسر شیطون. کجا هستی؟ سب کن منم بیام و الا یه پرنده پیدات میکنم میگیرتت. گفتم سب کن تا منم بیام بچه شیطون، سب کن ببینم. برمت یه جایی قایمت میکنم. خیلی ممنونم زنبور اثر کوچولو، تو نسبت به این پسر خیلی لطف کردی. شماست؟ نه من دکترش هستم، پسرک شیطون از بیمارستان من فرار کرده. خب اسم تو چیه زنبور اثر؟ باید بگم پسر خیلی شجاعی هستی. اسم من هاچه، هاچ زنبور اثر. هاچ؟ چه اسم قشنگی. هی هاچ، تو میتونی به ما کمک کنی؟ آخه ما یه مشکلی داریم. آره. چی من؟ بله تو، شاید بعدم بتونم برات توضیح بدم. چرا نمیای یه کمی پیش ما استراحت کنی و ببینی ما پروانه چطور زندگی میکنیم؟ حالا خوب تماشا کن، این بیمارستان منه که برات گفتم. میتونم داخلشم ببینم؟ بله که میتونی. وای شما چقدر مریض دارین. بچه های ضعیف رو میارن به بیمارستان من و منم از اونا مواظبت میکنم تا خوب و سرحال بشن. ببین اینا تخم پروانه هستن، کوچیکم مگه نه؟ و این بچه ها تازه از تخم بیرون اومدن. خیلی قشنگن. مرتب دارن بزرگ و بزرگتر میشن. جالبه مگه نه؟ حالا بذار یه چیز جالبتر رو بهت نشون بدم. این کرمای بزرگ از تخمای به این کوچیکی در میان، نگاه کن. وای خدای من چقدر جالبه. وای اینا شفیره هستن و اگه کمی صبر کنی میتونی ببینی که تبدیل به پروانه میشن. دکتر. بله چیه؟ رئیس با شما کار دارن. متشکرم، بهشون بگو الان میام. اینجا خونه رئیسه، تو تا حالا کلمی به این بزرگی دیدی؟ نه. احترام بذاری. تعجب میکنی، اینا سربازایی هستن که از خونه رئیس محافظت میکنن. بیا. با من کاری داشتیم دکتر. به من گفتن شما برای بچه های ما یه محافظ پیدا کردین. بله قربان، با خودم آوردمش. هاچ یه زنبور اثر خیلی بیباکه که جون یکی از مریضای جوون منو نجات. خب منم از تو تشکر میکنم هاچ زنبور اثر، میشه از بچه های منم محافظت کنی؟ چی گفتین من؟ خواهش میکنم هاچ، رئیس برای جون بچهش احساس خطر میکنه، میخوان مطمئن بشن که هیچ اتفاقی براش نمیافته. تو به ما نشون دادی چقدر لیاقت داری، میتونی محافظ خوبی برای بچه رئیس ما باشی. قبول کن هاچ، خواهش میکنم. لطفا از بچه های عزیز من محافظت کن. ولی من اونقدرم که فکر میکنین از عهده این کار بر نمیام. به هر حال از ما پروانه ها خیلی قوی تری، میدونی این طرفا برای بچه های ما خطرات زیادی وجود داره هاچ. خیلی خب قبوله، پس بذارین امتحان کنم. من از حال به بعد باید اینجا مواظب باشم.
باشم. آره دقیقاً همینطوره، تا وقتی که اون به دنیا بیاد. خدا کنه بتونه از عهده این کار بر بیاد. من که خیلی نگرانم، دلم نمیخواد هیچ اتفاقی برای داداشم بیفته. فکرشو بکن، این اولین باره که من محافظ شدم و میتونم هر قد دلم میخواد عسل شیرین بخورم. ها؟ کی اونجاست؟ بیا بیرون. گفتم از اونجا بیا بیرون، بیا بیرون. تو کی هستی ها؟ من دختر رئیس پروانه ها. مگه علامت مخصوص روی بالم نمیبینی؟ وای، معذرت میخوام. بهتر بود قبل از اینکه این کارو بکنی حواستو جمع میکردی. من نمیدونستم چی شده؟ اینجا چه خبره؟ پدر، من اومدم به بچه سر بزنم، این پسر یه چیزی پرت کرد به طرف من. خودش گفته بود که هیچ کس نباید وارد این اتاق بشه. من چه میدونستم که شما بیخبر وارد اینجا میشدی؟ بالم درد میکنه. خب دیگه گریه نکنه عزیزم، هاچ فقط وظیفه‌شو انجام داده، قصد بدی نداشته. آخه بالم درد میکنه، حالا تا چند وقت نمیتونم از بالم استفاده کنم. خدای من، این چیه اینجاست؟ بهتره برم به پدرم خبر بدم. آها، کی اونجا قایم شده؟ گفتم اونجا کی قایم شده؟ هاج زنبور عسله. بازم که شما هستی. من دیگه باید برم. اما دو تا چشم دیگه هم برق میزن. فکر نمیکنم اشتباه کرده باشم، یعنی خیال میکردم. پیدا کردم کی اونجاست. بیا بیرون، بیا بیرون. ببینم تو کی هستی ها؟ من باگباگم یه شاشم. باگباگ چه اسم خنده داری؟ خب اینجا چی کار میکنی؟ هرچی زودتر از اینجا دور شو باگباگ، زود باشه از اینجا دور شو. داشتم استراحت میکردم ولی نشد. چرا نشد؟ اولش اون دختره اومد اینجا و کنجکاو شده بود که من چی هستم. ترسیدم نکنه ولی سرم بیاره. بعد که اون رفت و پیدا شد، حالا فهمیدی چرا نتونستم استراحت بکنم؟ خداحافظ، خداحافظ. خب من که نفهمیدم اون ساز اینجا چی کار داشت. خب فکر نمی کنم اون بتونه خطری برای بچه ها ایجاد کنه، ولی باید کاملا مواظب باشم. خب خودش زدن. نفهمید برای چی اومدم. نه حالا شفیره رو خالی میکنم و میریزم اینجا و بعد شریف فرصت میرم و میفروشم. حالا برای اینکه بعدش یه عالمی بخندم، یه شفیره عوضی رو جاش میزم. عجب حشرات ساتده و یه. خب دیگه هر لحظه ممکنه دنیا بیاد. خیلی خوب دیگه، حالا میتونین برین به همه بگین. چشم دکتر، همه گوش کنین، بچه رئیسمون داره به دنیا میاد. وای، من نگران همین موضوع بودم. من چند روزی بود که یه موجود عجیب و اینجا خدای میدیدم. من چرا زودتر نگفتی؟ من سردر نمیارم. منم سردر نمیارم دکتر. خب من میخواستم زودتر بگم ولی فکر کردم شاید اشتباه میکنم. من چند روز بود که اون موجود عجیبو میدیدم، فکر کنم شناخته باشم. خب پس بهتره هرچه زودتر اقدام بکنی. من سعی خودمو میکنم. واقعا عجیب، پوسته همونیه که قبلا بود. بالاخره معلوم میشه کی کارو کرده. خدای من، یه سوراخ زیر تخت. وای، چی؟ آره باید خودش باشه، این کار باگ باگه. اون داخل شفیره رو عوض کرده، من مطمئنم.
نه نه، کوتاهی از خود من بوده که زودتر نگفتم، خودم باید جبران کنم. تو به تنهایی نمیتونی با اون ساس مبارزه کنی، اون موجود خطرناکیه، بهتره که جاش بلدی با هم بریم. نه هاچین، موضوع به خود من مربوط میشه، خودم هم به تنهایی از پسش برمیام. تو یه موجود یه دنده حرف گوش نکنی هستی، فهمیدی یا نه؟ بهت ثابت میکنم که چطوری حساب اون ساس بدجنس رو به تنهایی میرسم. حالا هرچه زودتر از اینجا برو بیرون و تنهام بذار. خیلی خوب، ولی مطمئنم که بالاخره پشیمون میشی. خدای من، آخه اون ساس بدجنس کجا میتونه رفته باشه؟ هرچی میگردم نمیتونم پیداش کنم. دختر رئیسه، حتما داره میره دنبال باگ باگ، بهتره منم دنبالش برم، میترسم براش اتفاقی بیفته. ساسه بچنس، خوب گیرت آوردم. فکر کردی به همین راحتی میتونی فرار کنی؟ اون شفیره رو هرچه زودتر بده به من. به این کوزه کاری نداشته باش، برو پی کارت، زود باش. ممکنه بهش صدمه بزنه، باید دست به کار بشم. هی باگ باگ، تو نباید میومدی هاچ. هی باگ باگ، بهتره زودتر اون شفیره رو پس بدی، وگرنه سر و کارت با منه. هاچ، بهتره تو دخالت نکنی، من خودم میدونم چطوری اونو پس بگیرم. خیلی خوب، الان بهش پس میدم. میدونی تو این کوزه چیه؟ یه زهر کشنده که از علف سمی گرفته شده. عالیه نه؟ اخ اخ، بهتره بذاری اونو ببرم، وگرنه بد میبینی. باگ باگ، برو کنار. بهش دست ازم ویلا، از این زهر کشنده میوشه جام میکنی میمیری با. میخوام اینو به یه بار بلند که خریدار شفیره پروانه است بفروشم. من کارم اینه، حالا اعتراضی هست؟ اون شفیره یه برادر منه، تو حق نداری اونو به کسی بفروشی. زود باش بشونش تا بره. مواظب باش. ای زنبوری فوزول، سزای این کارتو میبینی. بدش به من. نه، کوزه خالیه. نه، کمک. حالا خدمتت میرسم. نه، نرش. اوه، کمک. بگیر بچه. خوشحالم که بالاخره نجاتش دادم، خدا رو شکر. وای بدجوری سرد شده. باید گرمش کنم. فعلا اون پروانه که تو شهر سرما میمیره. طاقت بیار، مقاومت کن.
خانم از اینکه به حرفای هاش گوش نکرده و دوچار درد سر شده بود به سختی شرمنده و پشیمان شده بود، ولی از اینکه زود به اشتباه خودش پی برده بود خوشحال بود. هاج خواهش میکنم منو ببخش. ایبی نداری. ببین اون علامت روی بالت داره پاک میشه. مهم نیست، عوضش برای همیشه یادم میمونه که به حرف دیگران توجه کنم و اینقدر مغرور خودخواه نباشم. من خیلی خوشحالم. اون به زودی میاد هاج، پس بهتره گرم نگهش داری. ببین خیلی قشنگه. وای چه بچه خوشگل و نازیه. حالا ببرش پیش پدر مادرت، من دیگه باید برم. باید بری؟ ببین هاج، خیلی خوب میشد اگه میومدی و با پدر و مادرم هم خدافظی میکردی. من مطمئنم اونا دلشون برای تو خیلی تنگ میشه. متشکرم، ولی من دیگه باید برم. خب داداش کوچولو، بیا بریم پیش پدر و مادر. پس بریم خواهر، بریم زودتر برسیم خونمون. خدا حافظ هاج، ازت خیلی متشکریم. خدا حافظ. عجله کنین، مادر پدرتون منتظر شما هستن. عجله کنین. خدا حافظ.